بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی در مسابقات ورزشی مثل فوتبال و رشته های دیگر افراد دو تیم هر کدام مبلغ خاصی رو میدن تا هر گروهی که هر تیمی که برنده شد با اون پول براشون مثلا میوه شیرینی و امثال اون رو بخرند و به برندگان بدن برای مصرف. آیا این هم باز شرط بندی دو طرفه محسوب میشه و حکم قمار رو دارد یا نه؟ در پاسخ باید عرض بکنیم که بله، این قمار محسوب میشه و جایز نیست، مگر اینکه واقعا التزام و الزامی در بین نباشه. یعنی اگر بازنده با این پول چیزی هم برای برنده نخرید، او رو مجبورش نکنن و از او طلبکار نباشن و حق مطالبه‌ای برای خودشون قائل نباشن. و اگر دو تا تیم هم نبود، بازی دو نفره بود، مثلا فرض کنید پینگ پونگ بود، با هم شرط کرده بودن که هر کدوم بازنده شدن فلان مبلغ به دیگری بدهد، اون هم همینه، فرقی بین تیم یا شخص نمی کنه، اون هم قمار محسوب میشه و اون پولی که داده می شود اگر واقعا در برابر برد و باخت باشه، شرط بندیش حکم قمار رو داره و جایز نیست.